سرخط خبرو بازگشت مهاجران تاجیک از روسیه افزود است. از حکومت تاجیکستان خواستند به روسیه یک هیئت فرستد. نظرسنجی به جاری شدن ویزا میون روسیه و آسیای مرکزی چی نظر دارد؟ سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو است. امید بارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز دوشنبه 1 اپریل. کمیته شهروندی نجات گروگان ها و زندانیان سیاسی قرارگاهش در پولش از حکومت تاجیکستان خواست است که برای تحقیق قضیه گمانبران حمله به کروب کوسی مسکو یک هیئت فرستد. مقامات روسیه از 22 مارت به این طرف 8 شهروند تاجیکستان را به اتهام عملی تروریستی به حبس گرفتند. کم از 4 نفر آنها با روی ورموسیو گوشه بریده در اروبه مایوبی و در حالت سردرگمی به تالار دادگاه آورده شدند. تاکید میکنیم که بازداشت شده ها گمان بر هستند و همه گونه جزای پیشکی و به حکم سود در حق آنها خلاف تمام معیارهای حقوقی به حساب می رود، گفته شده است در نامه کمیته. نسخه آن را روز 3 مارت به حکومت تاجیکستان و روسیه، ائتلاف ضد شکنجه و وکالت‌دار حقوق انسان در دوشنبه و مسکو فرستادند. به گفته مؤلفان، هیئت تاجیکستان باید بعد دلیل و حجت های تفتیشاتی دسترسی داشته باشد تا تواند یک تحقیقات مستقل را برای اطمینان از رعایت ترتیبات حقوقی و قانون در برابر گمانبر شدگان انجام دهد. حقوقدان معروف آین هول بابانظر و نیز روز 31 مارس در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت که حکومت تاجیکستان باید در روند تفتیش قضیه شرکت داشته باشد. پیشتر درباره به تاجیکستان آمدن یک گروه مفتشان از روسیه گزارش شده بود. مقامات تاجیکستان رسما درباره به مسکو فرستادن نمایندگان خود چیزی نگفتند. سید جعفر عثمانزاده، وکیل پارلمان، در برنامه گپ آزادی رادیو آزادی اشاره کرد که شخصان مسئولی مقامات قدرتی مشغول هستند. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی از حکومت تاجیکستان خواسته است که از بازداشت و بازپرسی خانواده 4 گمانبر اساسی دست بردارد. بعضی از آنها از 23 مارس به این سو در بازپرسی هستند. این سازمان از حکومت روسیه نیز تقاضا کرده است که از تعقیب و فشاری مهاجران کره تاجیک دست بردارد. یک نماینده وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گفته است پس از حمله روز 22 مارس در کناره مسکو، بازگشت مهاجران تاجیک از روسیه به کشور افزود. خبرگزاری دولتی تاس روز 3 مارس از قبل معاون وزیر شهناز نادری نوشت که شخصان زیادی با نیت برگشت با آنها تماس میگیرند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان با نشر چند رقم تلفن در روسیه از شهروندان خواسته است در صورت پیدا شدن مشکل با آنها زنگ زنند. تقریبا 10 روز پیش شماری از افراد مسلح به یک تالار کنسرتی در کناره مسکو پایتخت روسیه حمله کردند. به گفته مقامات روسیه در این حمله 144 نفر جان باخته 10 کس زخمی شدند. مقامات روسیه تاکنون 9 نفر را به حبس گرفتند که 8 نفر آنها از تاجیکستان و 1 نفر از قرقیزستان هستند. پس از این به گفته حامیان حقوق مهاجران مناسبت با کارگران از آسیای مرکزی تغییر یافت. حقوقدان والنتینا چوبیک به رادیو آزادی گفت هر روز درباره بدرفتاری و بازداشت شهروندان آسیای مرکزی نه کمتر از 1000 شکایت میگیرد و میگوید زندگی در روسیه برای مهاجران پرخطر شده است و برای پیشگیری از فاجعه مشورت میدهد که از روی امکان فعلا این کشور را ترک کنند. در همین حال مقامات روسیه بیش از 400 کارگر خارجی را در سنت پیتربورگ به نقض قانون مهاجرت متهم کردند. این افراد به اطلاع رسمی مجبوری از حدود روسیه رانده خواهند شد. در این باره دفتر مطبوعاتی دادگاه های سنت پیتربورگ روز 3 مارس خبر داد، اما شهروندی آنها را آشکار نکرد. ماموران انتظامی سنت پیتربورگ با مثل گوشه های دیگر روسیه عملیات را به ضد مهاجران شروع کردند. در 5 روز بعد دادگاه های این شهر تقریبا 600 پرونده درباره نقض قانون مهاجرت روسیه وارد شده است. از این شماره 418 نفر را جریمه بستند و آنها به طور اجباری از روسیه اخراج یا دیپارتاسیه کرده خواهند شد. با اطلاع سامانه فانتانکا آنها را در بازداشتگاه موقتی برای شهروندان خارجی در سنت پیتربورگ جایگیر کردند. پیشتر وکالت‌دار حقوق انسان روسیه گفته بود که این مرکز حدی اکثر 336 نفر را میگنجاند و بس. با تقریبا 50 شهروند دیگری خارجی فرصت داده شده است که اختیاری از روسیه بروند. عملیات ضد مهاجران در روسیه پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکو سیتی هول در کناره مسکو آغاز شد.
بعد از این حادثه همه روزه در شبکه های اجتماعی ده ها نوارهای اخراج دست جمعی مهاجران پخش می شود. سرگئی میرونوف وکیل دومای دولتی روسیه بعد حمله به تالار کراکوس پیشنهاد کرد که میون روسیه و کشورهای آسیا مرکزی نظام روابط جاری کرده شود. میون روسیه و کشورهای آسیا مرکزی از جمله تاجیکستان نظام بدون روابط عمل میکند و برای همین میلیون ها مهاجر از کشورهای آسیا مرکزی برای کرو اقامت به روسیه میروند. برخی کارشناسان از جمله آرکادی دوبنوف احتمال جاری شدن روابط بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را خیلی کم می‌بیند. در یک پرسش در دوشنبه ساکنان گفتند که در این باره چی نظر دارند. رفتن مشکل میشه، یگان کس رفتن نمیتونه. زور آدمایی هست که در فرما کار میکنن میتونن که ورا ویزا بتن. بسیاری مردم ندارن شرایط که ویزا بگیرن بروان. او ویزا بود سه اونو مبلغ در کره جا ویزا گرفتن. حتما به خود روسیان تاثیر میرسد، چون که امروز بینید با گفتی مردم با عقیده هایی که ما امروز از اوینه نیلگون تماشا میکنیم واسه مطبوعات میشنویم میخونیم میبینیم که اکثریت مردم در اونجا کار فعال کردن و بینید که جای پوشیدش نیست، همه کارهای مشکلی که در روسیه برپا میگردد این شخصا به واسطه مردمی مهاجر تاجیک است، قرقیز است، قزاق است، دیگران استفاده بونه شد. خلق به عذاب هست برای که این همه یک می روید تا اون پتنت می گیرید، توبای می گیرید، روز می گذارد، سومی باید بشورد تا اون می شود تا اون کوارتی را می شوند های ویزارد های وی کنن خیلی خیلی هست. بخی هر کس رفته است، کی رفته است، نمالون انا سوال گیجو دارد لوچ ویزا روا بینا اخی هر کس نروا های ما کسی هست رفته آمده است چکر کرده نمالون. اگر این خیر راستی خودش ویزا بگه که چرز ویزا مو در کم تقین میگلتا برای اون که اودام کفتن در کار مو در ویزا بتا با مو بخیزیم راستی ها بدهیم کار کنیم کوشش کنن مردمی توجیک مو کوشش کنن رو به سوی یوروپا کنن اکه راستی هر چی قدری که به نظر من اکه هر چی من دیدم هر چی قدری که راستی ها مقصد رفتیم دیدیم دیگه انا چی بگم بله نه مقصد نه کار خوبه نه قدردانی میکنن ما مخصوصا توجیکورا عقیده ما همین است که بگذار همین چیز نباشد برای که امروز مردم در یک وضعیت دچار هستند که سال میرن تا جای کار میوبند تا جای منزل میوبند جای استراحت میوبند چقدر عذاب ها میکشند خوب میشه که همون یک دکومنت اساسی میکردن که یک بار همش در همون راست میومد تا غوره میشد اگر یکی دو نفر یک اشتباه میشه نه تمام مملکت در نظر نگیره تمام افراد خوبی هم از جامعه افراد خوب بیشتر زیاد هست یکی دو انسانی که میاد چهار پنج انسانی که مثال اشتباه میکنن میرن رفای یک کار چی میکنن تمام کشور باید با او سطح ما فکر نکنیم انسان های خوبی در اینجا هست مثلا آدم های شخصیت های بسیار بارور رسیده هستن مردم های دانشمند هستن سطح کلتورشان بالاست. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. دعوت بهاری جوانان به ارتش در تاجیکستان از صبح امروز آغاز شد و تا آخر ماه می ادامه می کند. فرمان درباره دعوت بهاری را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 5 مارس سال روان امضا کرد. سربازانی که مهلت خدمت را ادا کردند در ماه های اپریل می به خانه جواب داده شوند. به جای آنها جوانان سال های تولدشان 1997-2006 به ارتش دعوت می شوند. نوحیه ایشکاشیم یک از اولین ها شده در باره اجرای نقشه دعوت به صفی ارتش ملی خبر داد. به گفته مسئولین این نوحیه سال پنجم است که ساکنان ایشکاشیم نقشه دعوت را روزی اول پورا به انجام می رسانند. همه ساله در موسم دعوت به ارتش خبر بازور یا طریق ابلا و به خدمت بردن جوانان ثبت می شود. اکثریت دلیل فرار از ارتش را در شرایط نخوب و مهترسالاری یا دیدشین عنوان می کنند. وزارت دفاع تاجیکستان هر چند وقت شرط و شرایط را در قسمای حربی توصیف کرده از افزایش تعداد اختیاریان خدمت گزارش می دهد.
همزمان با این مرگ مرموزی بعضی از سربازان ایالت کوبی آنها در ارتش به رسانه ها راه یافته حل نشده موندن مشکل را بزگو می کند. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیر ماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت می گیرد. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد. یکم اپریل سال 2020 در تاجیکستان اولین ساکین محلی با نشانه های مانند به کرونا‌ویروس درگذشت و مقامات تندرستی ولایت سغد ده ها نفر خیش و تبار فوتیده حبیب الله شادیوف و طبیبان و کارمندان دیگر طب را قرنطین کردند. وزارت تندرستی که برای پنهان کردن حادثه های آلوده شوی ساکنان به کرونا‌ویروس انتقاد می شد گفت که این مرد از التهاب شوی جان داد، ولی تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی درستی اظهارات رسمی مقامات را زیر سوال برد. یک ماه بعدش مقامات مجبور شدند وجود کرونا‌ویروس را اعتراف کنند. یکمی اپریل سال 1951 ژورنالیست و نویسنده تاجیک داداخان ایگمزاد تولد شده است که در رشد ژورنالیستیک و آزادی بیان ژانر حجو در نویسندگی و هم فعالیت های جمعیتی سهمی زیاد دارد. سالهای اخیر شوروی و سرمحرر پیام دوشنبه بود که از نشریه های حامی آزادی بیان منتقد حکومت وقت و جانبدار تغییرات در نظام بود. قلم تیز حجویه هایش برای تاسیس نخستین نشریه حجوی لکوپک راه کشاد، ولی طور خودش می گفت با سبب نبودن کاریکاتورنگاران حرفه‌ای چاپ نشریهش دیر نپایید. در رابطه با وارخ و بحث های مرزی موقعش را فعالانه بیان میکند. یکمی اپریل روزی خنده است که در بسیاری از کشورها از جمله قلمرو شوروی سابق تجلیل می شود. عید غیر رسمی مردمی بهانه برای شوخی و هزل، لطیفه گویی و مسخره شده است. خنده و شوخی را گرو طبع خوش و بالیده و هم عمری دراز می گویند. در تاجیکستان هم در این روز هر سال حجونگاران تلاش می کنند برنامه های مخصوص حجبی آماده کنند. بانک ملی قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 118 سومانی، 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1181 سومانی برابر است. بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی با مدیر تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. تا برنامه بعدی، خیر.